ترم ورق خورجو سنه هفتم ایول 14 محبوسان در وقت انتقال از شهر خوجند به دوشنبه فوتیدند. با گفته مقامات سر ریاست اجرای جزای جنایی، سببی به هلاکت رسیدن محبوسان از استعمال نان دانسته می شود. 16 محبوسان بین خود 3 عدد نان را تقسیم کرده تناول نمودند. پس از تناول نمودن وضع همه آنها وهم گردیده، حالت دل به حضوری، سرچخ زنی، قیکونی به وقوع پیوسته است. تلاش های طبیبان تنها 2 نفر از این محبوسان را نجات دادند و باقی مانده 14 نفر جان باختند. در این خصوص سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان اطلاع داد. در این اثنا سنه 8 ایول در سامانه های اجتماعی صورت های جنازه یکی از فوتیدگان ولی جان آدینایف پیدا گردید که در سیمای آدینایف ماشره ها روشن نمایان بود. اینچنین نزدیکان 2 محبوسی فوتیده صالحوف نقدم و عبدالرحمنوف عبدالرحمن نیز ابراز نمودند که در جسد مرحومان پای لاتوکوب و ماشره ها نمایان بود. مراسم دفن طبق مقررات خدمات مخصوص با زودی و تحت نظارت آنها گذرانیده شد. 3 محبوسی در بالا ذکر شده با عیب های دینی محکوم شده بودند. یادرس میکنیم که حادثه های هلاکت محبوسان در سیستم پنیتنسیاری تاجیکستان یکمین مراتبه نیست که به وقوع پیوسته است. همین طور طول 8 ماه آخر در کالونی های اصلاحی تاجیکستان زیاده از 100 نفر محبوسان به هلاکت رسیدند. گرچند که حکومت درباره پیشگیری اسیان بیانات دهد، ولی نزدیکان فوتیدگان و حمایتگران حقوق عقیده دارند که کشتاری عمومی محکوم شدگان از روی نقشه خدمات مخصوص عملی گردیده است. در زندگی در قشلاقوری بچه به حد خوب بود. همه کار بار سمشه میگذوش. بیاد بچه.